محمد فریز زکی، معاون و سرپرست مقام ولایت تخار، در حالی که شماری از رؤسای دوای دولتی، فرماندهان جهادی نیز حضور داشتند، حمله انتحاری در ولایت کندوز را که روز گذشته منجر به کشته شدن 10 تن به شمول پدر و برادر رئیس پلیس جرگه کشور شد، تقبیح کرده، ضمن اتهام ادعا به ارواح شهدای این حادثه و مجروحان این رویداد از بارگاه الله بزرگ شفای عاجل استرها نمودند. محمد فرید زکی، معاون و سرپرست مقام ولایت تخار، در حالی که سگی غلام فاروق شیرزادی رئیس محاکم استناف، ملک‌پاسوال خیر محمد تیمور قمندان امنیه، مولوی عبدالقهار حکیمی رئیس شورای ولایتی، عبدالمعروف فایق رئیس سارنبولی، آقا قدغنی شارمال طالقان معاون ریاست امنیت ملی، پیر محمد خاکسار قمندان جهادی و وکیل جمشید عضو شورای ولایتی نیز حضور داشتند. حمله انتحاری ولایت کندوز را که روز گذشته منجر به کشته شدن 10 تن به شمول پدر و برادر عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان شد، محکوم کرده، ضمن اتحاف دعا به ارواح شهدای این حادثه و مجروحان این رویداد نیز از بارگاه رب العزت شفای عاجل استدعا نمودند. معاون و سرپرست مقام ولایت تخار حمله انتحاری روز گذشته در ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز را تقبیح نموده، گفت تروریستان و دشمنان این وطن همواره تلاش کردند که مردم ما را به خاک و خون کشانده، مانع صلح و ثبات و ترقی این کشور گردند. و این ضمن عرض تسلیت به فامیل ابراهیمی از بارگاه خداوند منان، آرزوی شفای عاجل را برای مجروحان این حادثه نمود. آقای زکی یک بار دیگر مردم را به همبستگی، وحدت و یک پارچگی در برابر دشمنان صلح و آرامش افغانستان فرا خواند. افزود دشمنان قسم خورده افغانستان باید این را بدانند که مردم این سرزمین بارها با هدیه جانهای شیرین خویش از این مرز و بوم دفاع نمودند و هیچگاهی هم از این موقعیت خود در برابر متجاوزان و هراس افغانان پا به عقب نخواهند گذاشت. در همین حال محمد فرید زکی، معاون و سرپرست مقام ولایت تخار، همراه با شاربان طالقان رئیس زراعت و سیسوی کمپاین میارشانی، روز گذشته تعداد از یارهای غرض شده ساحه پوانتون را که کنده شده بود بازشانی کرد. سید سلیمان مرادی، مسئول دفتر مطبوعاتی مقام ولایت، خبر می‌دهد محمد